کوکاوی. سلام و درودی دیگر خدمت شما بینندگان عزیز، خیلی خوش اومدید به قسمت نمیدونم چندم یوکاپ. این بیناموس رو من هنوز تو گوش منه، آقای خاموش شد یه کار نمیکنه، من نمیشم شما چی میگید. امروز اومدیم خدمت یه عزیزی و آقای چیه آقا؟ چیه هیت میخواه بدی شما آقا؟ شما اصلا نمیگی که آقا امروز چه بازی داریم؟ بازی کیه کیه؟ انقدر نمیدونی که بعد سلام بکنی، تو چرا هیت دادی به من تو گذاره؟ آقا یه لحظه من گزینه‌ها رو بگم بعد ما میشینیم قشنگ با هم حل و فصل می‌کنیم. حلش کن، سلام کن اول. سلام بچه‌ها، چی میگم؟ سلام بچه‌ها، یهو چیز شد. سلام ببینندگان عزیز و ارجمند، خوش اومدید به بازی آخر نیمه نهایی یوکاپ. بازی تیم د بنیامین و آقای مهدی پس که برنده این دو این یک بازی که این پشتم میبینی. دوست دارم بوست کنم آقا، دارم زر میزنم. بگو آقا. با امیر موفق قراره بازی کنن و برنده با اون بازی امیر موفق و بازی بنیامین و مهدی تش قهرمان میشه دیگه. آقا چرا هیت دادی من اول بازی؟ کجا؟ اول برنامه چرا من داشتم نگات میکردم آقا فقط. یعنی چی نگاه میکنی؟ من یه جا گفتم فقط طهماسبی صداش بیهاشیه است، داد و بیداد نمیکنه آقا. خب. واقعیت شما الان داری داد و بیداد میکنی. من تو زمین داد و بیداد کردم، گلر باید بچینه. تو هیت دادی به من. آقا طهماسبی هم میتونه داد بزنه. تو هفت تا خوردی اینجا، من یه جوری گره کردم انگار خونم خراب شده. آقا بعدش تو جلوی سام صابری میگی سمسو 21 گل میخورد با امیر موفق بازی. آقا اینو عمن به من ببخش جان. ببخش به قرآن مجید هجی یه تارمو تو به هیچ نمیدی. بازی داره امروز به همین که بازی داره میدی. درود بر دوستان عزیز. آخ رفت. نظرم راجع به بازی هم اول بگم. چرا تو بگی؟ چرا اول شما بگو، دورت بگیرم. شما بگو، نگی نمیگم. من اگه بگم اصلا نمیگم، شما بگو. به خدا نگی نمیگم. بگو شما. جان حسن. شما بگو. جان بنیامین بگو. آتی جان قربان تو بگو. جان مهدی پس بگو. آقا قسم نخور. جان مهمون برنامه امروز. خب تیم مهدی پس و تیم د بنیامین با هم بازی دارن. حاجی خداوکیلی اینو واقعا دارم میگم، فکر نمیکردم تیم د بنیامین تا اینجا بیاد بالا. بازی حساسی که با فلیم حسین کرد و تیم مهدی پس. آقا شما داده چرا من عصبی تو عکس؟ من و مهدی چون به مسائل دیگه هم در روزمره زندگیمون فکر میکنیم، عصبی هست به خاطر همین یه مقدار تو فکریم همیشه. خب خلاصه که امروز قراره خیلی بازی جذابی باشه. نظر تو راجع به بازی تو من بگو چه دیگه. تیم د بنیامین تا اینجا نسبتا تیمای خوبی رو شکست داده، تیم فلیم رو شکست داده و به این مرحله رسیده. تیم فلیم واقعا تیم خوبی بود. آقا شما صحبت کن، دارم میگن کم کم تیم فلیم تیم خیلی خوبی بود، تیم چغری بود. بنیامین تیمش تونست از پس تیم فلیم بر بیاد، پس این نکته مثبتی. از اون ور مهدی تونست کی؟ چیزا چی بود؟ کی؟ لازم نه فرود بله بله تونست شکست بده و نسبتاً حریف آسونتری به بنیامین. کسانی که میخوان مهدی پس برنده بشه قلبه زرد بذارن و کسانی که میخوان بنیامین قلبه؟ نه نه آبی قرمز برنده ایشون آبیه، حالا اینجا قرمز پوشیده. قلب آبی بگیم آقا قرمز، همه چی به صحبت دوتاش با هم میذاری دستتو ببوسم؟ بذار من پاتو ببوسم عزیز منی. میتونیم بریم کنفرانس با هم همین الان جدی انقدر گفتم مهدی میگه کنفرانس داره میگه بوش. آقا بریم کنفرانس مطبوعاتی برمیگردیم. من اصلا اینجاییم، هیچ جا نمیریم، همینجا هستیم. به نظر تیم مهدی پس که مقابلشونی بره. از چه استراتژی و چه ترکیبی میخواد استفاده کنه؟ استراتژی که ندارن متاسفانه. من از بازی قبل کنفرانس اول گفتم میان یه سنی یه خورده متاسفانه پایینه، ولی بچه های خلاقی هستن. من تو پرانتز بگم من بازی قبلی یه خورده عصبی بودم، اگه کسی ناراحت شد ازش معذرت میخوام، ولی خب دیدی داور با ما چه کرد. ولی خب ما تصمیم گرفتیم امروز اصلا صحبت نکنیم با داور، ولی خدا رو شکر تیم مقابلمون آقا مهدیه، یک پسر خوشقلب مؤدب، اصلا نیازی به تنش نیست. بازی قبل واسه ما فینال زودهنگام بود و اینکه این بازی خودمونیه، انگار با رفیقامون داریم بازی میکنیم، بین من و مهدی که مشخص من میبرم، ولی خب انگار سالون گرفتیم با هم دیگه. اوکیه جانم. تیم بنیامین رو چجوری آنالیز کردین؟ از چه طریقی میتونید بهشون ضربه بزنید؟ تیم بنیامین تیم خوبیه ولی نقطه ضعف زیاد داره. به نظرم یکم احساس میکنم که میخوان دوباره کار رو بکشونم و دقیقه 90 بره پنالتی، ولی ما تیممون داریم هجومی میچینیم متاسفانه، باید قوی بیان. ضعیف‌ترین تیم جام به نظر چه تیمی بوده و چرا؟ ضعیف‌ترین تیم جام گناه داره، من دوست ندارم در موردش صحبت بگم، ولی خب تیمی که بیشتر گل خورده متوجه است که چی میگم.
یعنی من نمیگم، آمار و ارقام میگه، ولی خب بالاخره حتما یه دلیلی داشته. این بازی خودت هم بازی میکنی یا ترجیح میدی تعویضی باشی؟ نه من متاسفانه نمیتونم بازی بکنم، فکر کنم همین الان که اینجا وایسادم 10 دقیقه پیش میلاد منو برد 6 تا قرص خوردم فقط، و اگه بتونم هد کوچ وای میسم. اگه این بازی مهدی رو ببرن و بریم فینال، چقدر احتمال میدی که قهرمان یوکاپ بشه؟ ببینید من گفتم فینال زود هنگام بازی قبل بود که داور سر ما رو برید، یکی جلو بودیم یه بازیکن از دست دادیم، ما قهرمانیم. اینجا دیگه واسه اینه که یه خورده حالا ویو داشته باشه این ویدیو و اینا، ولی خب امیر خیلی تیم خوبی داره، ولی خب از تیم قبلی ضعیف‌تره، بچه‌ها یه خورده هماهنگ نیستن، قطعا ما می‌بریم. بهترین تیم جام تا الان چه تیمی بوده و فکر می‌کنی چه تیمی قهرمان میشه؟ بهترین تیم جام تیم امیر موفق بوده، ولی بازم تیم امیر نقطه ضعف زیاد داره. ما اگر بریم فینال 100% با آنالیزی که روی دوتا بازی امیر موفق میکنیم میتونیم بازی رو در بیاریم، حتی یک هیچ که شده قهرمانی رو بگیریم. سخن پایینی اگه داریم امیر جان، از الان میگم دارم میام برات، ولی خب عشق داداشی و دیگه داشت میبازی. آقا بریم بریم، من میخوام اینو ببرم فردا مسابقه فینال دارم. سخن پایینی اگه داریم؟ سخن پایانی این که شاید من به فینال نرسه تیمم، خیلی دوست داشتم که این پروژه رو که درست کردیم، هم از بچه‌ها تشریف آوردن کمک کردم، بیشتر توی این پروژه باشم، گزارشگری بیشتر بکنم، بیشتر بازی بکنم، ولی متاسفانه امروز خیلی به خاطر فشاری که روی پروژه هستش نتونستم این کارو بکنم، و اگه حذف شدیم امیدوارم فقط لذت برده باشید. چی عجب حرفی زد، عجب کنفرانسی بود. چی گفت؟ نه بگو چی گفت. فردا میخوام برم فینال، اصلا وقت نه وقتمو نگیرید. احمد مطمئنه دیگه. ببینیم بنیامین چجوری میگه، ببین امروز کی پیش ماست. خالق بفرمایید، چم یوتیوب فارسی امروز کنار من نشسته، دارم دیوونه میشم. آب بخورید. سلام میکنم به تمام بینندگان عزیز توی خونه، تمام کسایی که پشت گوشی‌های خودشون، پشت لپتاپ، پشت کامپیوتر نشستن و دارن برنامه ما رو می‌بینن. امروز با دو تا از مجری‌های خوب اینجا هستیم. آقای چی بود اسمت؟ آقای حسام فکر کنم. آره خوبی شما. و سهیل. خاک پاتم. ببین آقا سهیل قرارداد بستی با همه، درسته؟ همه جا هستی. اومده اینجا ببین کجا برم نبینم. یه لحظه من معذرت میخوام. میشه برم یه جانم. همین الان خبر دادن سهام کوکاکولا با این حرکت ریخت. آقا بگه رونالدو مگه میدی اینجوری چیزا؟ تو نوشابه نمیخوری آقا؟ خیر. اصلا دروغه. آقا راجب بازی امروز دبنیامین و مهدی پس با هم دیگه بازی دارن. نمیدونم بازیاشو تا الان دیدی؟ من نه تنها بازی بچه‌ها رو تا حالا ندیدم، حتی ویدیو یوتیوبشون هم تا حالا ندیدم. هیچ کدومشون رو نمیدیدم. اصلا نمیدونم اینجا چی کار میکنه. سخته امروز. دهنمون صاف آجی. ده بنیامین همونه که ماشین درست میکنه، درسته؟ نه اون بنیامین بی ایه عزیز دلم. ما رو میش ما نه که میشدی 100% ما با هم. شما که یکی از مهمونای بفرمایید. همه میشناسنه. الان تو منو زدی؟ من خوردم نتونستم اینو بزنم، تو رو زدم. خب اینو بزنن الان نمیتونم. من یه سوال دارم، من یه کسی دیگه پس بازی میکنه که بعد اسمتو بذاری مهدی پس؟ آقا من دیگه واقعا نمیدونم. آقا اینجا اسمش عوض شده مثل برنامه 90 رو. چه من دوست دارم. آقا شما نظرت راجع به بازی بده، وقت زیاده. ببین به نظرت کی؟ آقا من چه نظری بدم راجع به کسی که اسمش مهدی پسه؟ یه سیتی شما ایشون هم تو نمیشستی؟ آقا شماتیک اومد. شماتیک ببخش شماتیک میلاد فیکسه. ترکیب این بازی 3-3-1 امیرزوراد حسین. تغییری که داشته نسبت بازی پیش، میلاد فیکس داره بازی میکنه جای مهدی مریض شده این بازی. یه سوال داشتم من از شما، ببخشید پشتم به شما سوال هست. گل پشت چون آخه همه حرفا رو ایشون داره میزنه. کلا بلد میخواد همه چی بگیره دست. اصلا همه جا میره باید حد بگیره دست. من اصلا هیچی نمیگم، تو همه رو داره هیت میده. من و تو بعد پشت هم باشیم احمد. سوال جان میتونم رو میز لیز بخورم بیام سمت؟ ببین میخوام تو میز جدی بیام رو میز. بیام من رو میز. آقا نه میز میشن میز میشن واقعا میز میشن. هزینه کردیم. نظر راجع به ترکیب این ترکیبو که دارم میبینم واقعا به حال خودم یه ذره تاسف میخوام. چرا؟ چرا؟ چون که چرا باید توی بازی فوتبال 8 نفر شرکت کنن؟
هفت نفر. دلیلی من دست شما رو باید ببوسم که گفتم فوتبال 11 به 11 ولی 8 به 8 ما هفت تا خوردیم. بعد اصلا بازیکن‌ها صغر سنی دارن. آقای پارسا فکر کنم دوم دبستان اومده تو این بازی. خب بنیامین معلومه یه دونه لگد بزنه بهش. خیلی خوب از بازی پرت میشه. گل زده ایشون. بعد شما آقای ای سپراکی رو نگاه کن اون بالا ای سپ دیگه. آقا شماتیک ترکیب تیم بنیامین همون ترکیب هست. شما ترکیب مهدی پس رو نگاه کن با این مقایسه کن. کدوم خوبه؟ قیافه ها رو تو رو قرآن نگاه کن. من اینا تو خیابون ببینم میترسم میرم خونم. کدوم؟ آیه خزری رو نگاه کن. خزری. همین الان چک تو جیب من نقد میشه نگاش میکنم. آیه طاهر امروز من بازیاشو توی از صد قطر دیدم. ایشونا؟ آره. چون طاهر امروز درست. رضا جان یه سوال. آقای رفیعی هم فیکسه. مثل اینکه جام حذفی یوتیوبراست. بله. ولی متاسفانه من تو تیم ده بنیامین هیچ یوتیوبری جز خودش نمیبینم. مشکل چیه به نظر من؟ خودش هم خیلی فرق داره با تام نیلاش. توی تام نیلا مواد صورتی، زور، خوشگل، بعد دهن باز، بعد اینجا یه مقدار ضعیف. تیم مهدی باز یوتیوبر داشت، میلاد قفار. تو یه تیم مهدی پس ما سینا اسبو داشتیم، امیر زوراد داشتیم، لئوریو رو داشتیم. خب به نظر شما با ترکیب 2-4-1 همون ترکیب محبوب خودت، من میدونم چون زیاد تو بازی میکنی، ترکیب محبوب به نظرت چه نتیجه میتونه بگیره؟ قیافار که نگاه میکنم اصلا نظری نمیدم، ولی ترکیب خوبی نیست. مرسی. ببین میخوام صحبت کنم. داری هیت میدی شما. من کارشناس هم، من آوردی اینجا صحبت کنم. ببین بنیامین تو این ترکیبی که الان 2-2 و خیلی ترکیب خوبی هم هست، این شما اون آقا از پشت رضا جان بازی داره شروع میشه. رضا جان الو آقا بازی داره شروع میشه. من میخوام شماتیکو ببینم. مثل اینکه طرفداران ده بنیامین کامنتو بذارن برای بنیامین و طرفداران مهدی هم همچنین کامنت ها رو بذارن. نزدیک بازی هستیم، بریم، داره دیر میشه. سوی جان بریم واسه گزارش. میشه قبل از اینکه بریم همزمان با همدیگه دست همو ببوسیم؟ من دست راست تو دست شما. قشنگ میشه. بریم سوی عزیز. بریم سراغ بازیکن‌ها و فرمیشن دو تیم. تو تیم ده بنیامین امیر حسین خضری، ابوالفضل بابایی، حسین طاهر آموز، محمد نوروزی، مهدی شادامروز، بنیامین، محمد چشمه، علی اسماعیلی دروازه، علی اسماعیلی دروازه است مثل اینکه، وحید رفیعی، مهدی هاشمی و ترکیب 2-4-1. عجیبه، دو دفاعه بازی میکنن، جالبه. چهار نفر هافک و مهدی پس، علی، امیر زوراد، پارسا، سینا اسب، امیر، لیورو، سینا، میلاد غفاری، میلاد عزیزمون و حسین برادر مهدی پس توی پست هافک بازی میکنه. این بازیکن تشکرام بکنم از سهیل که توی استدیو کنار بنده هست، جاهایی هم اگه نکته‌ای بود احتمالاً کمک بنده بکنه. بازی شروع میشه. اولین ضربه بلند به سمت دروازه ده بنیامین، دروازه‌بان این تیم علی اسماعیلی، گلر واقعا خوبی بود روبروی تیم فلیم حسین، واقعا خوب بازی کرد. میتونم بگم جزو بهترین گلرای رقابت الان بوده. تو پنالتی ها خوب بود. گلر تیم امیر موفقم بدک نبود. حالا ایشالله سجاد گودرزی رو بنده اعلام میکنم. یه پاس خیلی خوب، پاس و فرستاد، میلاد غفاری دست میزنه، روحیه میده. یه نکته هم در مورد مهدی پس بگم، داداشمون سرما خورده کنار زمینه، اما تمام تلاشش رو میکنه کمک تیمش باشه. این پسر دمش واقعا گرمه. مهدی پس توپ پیدا شد، توپی که گم شده بود، فرصت. سهیل حواس منو تو استادیو پرت کرد. متاسفانه چیکار میکنه؟ صدام گرفت. حاجی این کیه؟ باورم نمیشه. چه ضربه ای! یکی از عجیب ترین حرکتایی بود که دیدم. واقعا حرکت فردی این بازیکن خوب بود. پیام اومد برای حسین برادر مهدی، نوشت حاج آقا طول نکشید. میگه نگو حسین. میگن چپتو بده. دارن تمرکز بازیکن‌ها رو به هم می‌ریزن. یه پاس خیلی بدل فکر کنه لئوریو، عصبی میشن هوادارا اونجا. بازیکن‌های ده بنیامین واقعا خوب دارن. عجب تکلی میزنه شماره دو. شماره دو
علی شماره 4 محمد چشمه یه پاس فوق العاده خوب میده. تیم مهدی پیس فعلا بد شروع نکرده، سمتشون حمله بوده، بهشون حمله شده، اما بد نبودن واقعا. ولی خب تیم ده بنیامین جلوتر بازی کرده نسبت به تیم مهدی پیس. مهدی هم کنار زمین داره گرم میکنه، سینا اسم هم روی نیمکت نشسته، تیم یه مقدار فرصت برای بازی سازی برای تیم ده بنیامین. شماره دهشون واقعا بازیکن خوبیه، وحید رفیعی، من یاد سروش رفیعی میندازه این بازیکن. زیاد شکل و شمایلشون شبیه هم نیست ولی سبک بازی چرا. بازی رو آروم دنبال میکنن. شماره ده میلاد قفاری تنها بازیکنی که فکر نمیکردم یه روز بخوام گزارش کنم و اسمشو بیارم، ولی واقعا داره این بازیکن خوب میدونه. اونجا تیم ده بنیامین، بازی کامل دست تیم ده بنیامین بوده. اونجا یه استوب میکنه شماره 9شون، یه دریبل، اونجا توپو میخوان بگیرن. بازیکنای تیم مهدی پس میانگین سنیشون واقعا پایینتر از تیم ده بنیامینه و باید بهشون واقعا افتخار کرد که تا این مرحله اومدن بالا و تونستن تیم فودیکو رو شکست بدن. یه فرصت ضربه واقعا بد بود از شماره 7 حسین طاهرآموز. تیم ده بنیامین میگم میانگین سنی تجربه همه چیشون بالاتره، بنیامین تیم نسبتاً واقعا خوبی چیده. دو تا بازیکنشون قشنگ عقب واسادن، فرمیشن رو رعایت کردن، کلن دو دفاع است. گلرشون وسط زمین ایستاده. زمینه یا زمین؟ زمین زمین. فرصت، یکی از بازیکنهای جوونشون اینجا توپو میدن بهشون، دوباره توپ لو میره. تیم ده بنیامین یه مقدار تمرکز کنه راحت میتونه گل اولو بزنه و بازی رو ببره جلو. یه صحبتی هم راجع به گلر تیم مهدی پس بکنم، امیر زورادو داریم، تجربه گلری داره تو دروازه بزرگ رو و فوتبال حرفه‌ای بازی کرده، اما خب اونقدری هم نمیشه گفت با تجربه است، ولی خب آدم بالاخره باید تو زندگیش تجربه کسب بکنه. یه فرصت برای تیم ده بنیامین، شماره 8شون. تیم امیر حسین خضری رو دیدیم اونجا، سانت یه ضربه خیلی بلند امیر زوراد میذاره تو به بیرون داره. میگم تجربه نداره ولی خب مهارت و استعدادش رو این پسر داره، قد خوبی داره نسبتاً برای گلر بودن. چقدر دارم از امیر زوراد تعریف میکنم. یه دونه پاس خیلی خوب بود، میلاد غفاری یکم دقت بکنه خیلی راحت یه ضربه اونجا میزنن. گلر تیم ده بنیامین میگم جزو گلرهای خوب رقابت ها بوده، به شدت کامپوژر بالایی داره این بازیکن، اعتماد به نفس خوبی داره، تو از زیر پاش در نمیره، سوتی نمیده برخلاف گلر تیم امیر موفق. یه دونه پاس میخوره تو صورت شماره 3 لیورو جان. داور اونجا میگه آقا یه دقیقه صبر کنید ببینید من دارم چی میگم چی کار میکنم، هی داد و بیداد نکن، کارت زرد داد این ضربه هم اینجوری زد و گل حساب نیست اصلا، چون داور سود نزده، دیوار دفاعی چیده نشده، ضربه دوباره باید تکرار بشه. بنیامین اونجا داره به بازیکنش میگه آقا کنترل کن خودتو، بازی مهمه، باید تمرکز داشته باشیم. پسر همونطوری که روی یوتیوبش تمرکز کرده رو بازی هم تمرکز کنه، فینالیست این رقابت هاست. تیم مهدی بد نبوده، خود مهدی هم بیاد به بازی. پسر تو امید این تیمی، پسر تو باید تو فینال باشی، از اسمس باید یه تیم برسه به فینال. میگیره این توپو، من به چجرب تیری امیر زوراد، خوب پریدی پسر، بد افتخار میکنم. لیورو باید بیاد بیرون، مهدی پس عصبی از این وضعیت تیمش. لیورو افتضاح ترین حالت ممکن بازی کرد، اصلا انگار فوتبال بازی نمیکنه این بازی، دمش گرم. لیورو تعویض میشه، مهدی پس به بازی میاد، بدنش لرز داره این پسر، اما نمیخواد از آرزوهاش دور بشه، دستمند کاپیتانی رو میبنده، به میلاد غفاری میگه ساکت شو برو عقب بازی تو بکن. یه نکته، فرصت برای تیم ده بنیامین. امیر زوراد تو پکی امیر زوراد، تو کی امیر زوراد، تو کی امیر زوراد، سه بار گفتم تاکید کردم خوب بازی میکنی پسر. هوادارها به شدت تعصبی اعتراض میکنن. گلر تیم
ده بنیامین خوب واقعا بازی کرده. اونجا توپو استوب میکنه تیم مهدی. یه فرصت دیگه برای تیم ده بنیامین. اونجا توپو میگیره شماره هفت تیم مهدی. امیر خوب دارن بازی میکنن. بازی هجومی بوده اما اونقدر فرصت عجیب غریبی نداشته این بازی جز اون تیرکی که دیدیم و ضربه خوبی هم واقعا زد تیم ده بنیامین. سطح رقابت اون بازی که بود بین فلیم و بنیامین واقعا بالاتر بود. دو تیم یه مقدار بی تاکتیک تر به نظر میرسن تو این بازی. مهدی وارد بازی شده با شماره 5 و دستمند کاپیتانی و توپ به بیرون میده. پرتاب برای تیم ده بنیامین. بازی رو شروع میکنن دوباره. میان اصلا پرس نمیکنه اونشنان تیم مهدی. یه مقدار شل گرفته اما دارن قدرت ماشاءالله. حسین ببین من یه چیزی میگم باورم کن، واقعا بازیکن خوبیه. توپو لو داد حسین. من نباید کسی تعریف کنم پسر، من عاشقانه دوستت دارم حسین. اگه میتونستم میومدم جلوی پات سجده میکردم. یه ضربه نه چندان خوب، سجده کنان میام به سمتت، دستتو میبوسم. امیر زوراد بازی رو شروع میکنه. تیم مهدی واقعا جزو تیمایی بوده که جزو تیمایی بوده که خوب خودشو نشون داده. میلاد غفاری یه جوری دوید که من سالها میتونم این صحنه رو نگاه کنم و آنالیزش کنم. تیم مهدی برخلاف انتظارات واقعا خودشو نشون داد، تا نیمه نهایی اومد و هنوزم تیمشون گل نخورده. میتونیم امیدوار باشیم که فینال این رقابت ها کنار امیر موفق این تیم رو ببینیم. امیر فکر نکن بازی آسونی توی فینال رقابت ها داری. یه فرصت برای ده بنیامین. تیمش اونقدری با دقت پاسکاری نمیکنه. خیلی شوت قشنگ اما به بیرون میره. همینجوری منظور پرید که بگه من آمادم. یا میلاد غفاری دیگه نفسش برید میره به فروشش برسه. و سینو اسب، سینو ازت میخوام مثل اسب تو زمین بدوی. مدل مو تایسونی، واقعا مدل مو سینو اسب رو من دیدم. نیاز بود میکروفون رو بدم آقای علیفر. میلاد نفسش بریده، کنار زمین افتاده. فرصت، حسین چه پاسی میده. من میدونم که ازت تعریف میکنم حسین. به قرآن مجید باید سجده کنم جلو تو پسر. داد میزنم گلوم دیگه نای حرف زدن نذاشته برام. تیم ده بنیامین یه پاس. بابا این پاسا به نتیجه نمیرسه. بابا بیرون پا که میدی که چی؟ باید با دقت پاسو بدی. هواداره از بازیکنها تمرکز رو درخواست میکنن. واقعا تمرکز مهمترین چیزه. چه پاسی میده به سینا. اگه میرسید موفق بود. حرکتش سینا میدوه. خیلی باز گذاشتن کارو برای تیم ده بنیامین. یه پاس خوب جامیزار شماره 10 و توپ به بیرون میره. ضربه های آخرشون ضربه های جونداری نیست، ضربه های با دقتی نیست. داور به امیر زوراد میگه بابا من کورنر گرفتم پسر، داری چیکار میکنی؟ ناراحت میشه داور از امیر زوراد. امیر زوراد رو سکوها با گوشیش داره صحبت میکنه، آنالیز نمیکنه این پسر. چی جوری میخوای فینالو بازی کنی؟ کورنر برای تیم ده بنیامین. میگم پرس کن پاس نده هواداره. بعد ببینیم تاکتیکشون جواب میده. اینا یه سانت خیلی خوب بازی میکنه، خیلی خوب دفع میکنه. مهدی به تیم تو امیدوارم. بنیامین تیم تو جب تو چه توپی؟ واقعا توپ صحنه زیبایی رو دیدم من الان. برو قرآن چند بار دیگه بهم نشون بدید این صحنه رو. سه دقیقه به پایان بازی مونده توی نیمه اول. نفس من گرفت. به قرآن اگه میتونستم میکروفون رو میسپردم همکارم سهیل براتون گزارش کنه. چه سوتی میده اونجا. ما با صفر بازی کنیم. خطا میگیره داور. مهدی به قرآن میدونم جون تو تنت نیست پسر، ولی تلاش تو بکن. ده بنیامین تیمت جان. چقدر از مهدی دارم تعریف میکنم.
شماره 6 میزنه به داور. اصلا این عالی بود این صحنه که من دیدم. تمرکز ندارند بازیکنان مهدی. بنیامین خیلی بهتر میتونه تیمشو ارنج کنه. شل گرفتن حس میکنم تیم بنیامین. چه پاسی میده اگه سینا برسه که نمیرسه. به یک دقیقه پایانی بازی نزدیک شدیم. یه توپ اونجا میاد، فرصت امیر زوراد سیف کرد، توپ دستش در رفت اما توپو میگیرن دوباره بازیکنان مهدی. پاس خوبی رو میده، آیا میرسه بازیکنشون یا نه؟ جزو بی‌دقت ترین ضربات و پاسایی که تو زندگیم دیدم تو این بازی بود. یه فرصت برای تیم ده بنیامین. نفس ندارم اگه این توپ گل شه. توپو میگیرن، دفاع خوب میکنن. یاد دفاع تیم ملی ایران افتادم. توی جام جهانی روبروی تیم ملی اسپانیا. به لحظات پایانی بازی نزدیک شدیم. فکر کنم آخرین ضربات باشه که داشته باشیم توی این بازی. البته از بیرون به من رسوندن شاید هم ادامه دارتر باشه این بازی. جوری که انتظار میرفت بازی اون چنان با دقت زیادی پیگیری نمیشه از بازی کنن. یه پاس اونجا میدن شماره 7. واقعا این بازیکن بچه‌ها خوبه. امیر رو عرض می‌کنم. ایشون فوتبالیست خوبی میتونه بشه. تمرکز داشته باشه. حاشیه رو کنار بذاره. سمت حواشی که خودتون میدونید و من اسمشو نبرم نره، این پسر میتونه آینده داشته باشه. تیم ده بنیامین اصلا معلوم نیست داره چی کار میکنه. یه زده حمله ازشون میبینیم. اگه پاسشون خوب باشه عالی بود این صحنه پسر. عالی بریدی توپو. میتونم به افتخار کنم. یک دقیقه مونده، من نمیدونم 10 دقیقه است، 1 دقیقه مونده که این بازی تموم بشه. یه دقت بکنی سینا از تو رو جونه، هر کی دوست داری با دقت برو. سینا از پس انگار فوتبال بازی نمیکنه. سینا جان عزیز من هستی شما. یه دریبل خوب شماره 7 واقعا عالی. ببین توپا رو سری میبره، سوتی نده تو رو هر کی دوست جونه. شماره 6 مهدی خدای تیمش تا الان خوب بازی کرده. از حق نگذریم. همین که گلی از این تیم بنیامین دریافت نکرده باید بگیم که خوب بوده. توپ اونجا میگیرن شماره یه. چه ضربه ای زد اما توپ به بیرون میره. امیر زوراد تعویض میخواد بکنه تیم ده بنیامین. هنوز بازی به پایان نرسیده. نم نم هم داره تو ورزشگاه بارون میزنه. بارون میزنه. عالی. چه پاسی میده پسر. یه ذره دقت کن مهدی پس. مهدی فکر کن لوه صد که ایتو گل بزنی میگیری پسر. مهدی دقت کن چه پاسی میده. مهدی باورم نمیشه سرما خوردی و اینجوری بازی میکنی. چه پاسی میده سینا از جونه. هرکی دوست داری برس سینا از سوت پایان نیمه اول میخوره. دوستتون داریم سینا رو، بنده خیلی دوستش دارم. بریم استدیو پیشتون با سهیل هستیم. اومدیم بعد از چه بازیه؟ عجب بازی پایا پاییم. آره سف سف شد. یه نکته ای که بود مهدی حالش بد بود، تعویض شد اومد تو. گفت من دیگه نمیتونم. نظرت راجع به مهدی چی بود تو اون صحنه؟ تو اون حال اومد به تیمش از مهمون عزیزم بپرسیم آقا نظر شما چی؟ آقا من قبل از اینکه به مهدی برسم چند تا نکته به نظرم رسید که راجع به این نیمه بگم بهتون. اولا که بازی کجاش پایا پای بود. من فقط بازی رو در نیمه حریف دیدم، تیم زرد. قرمز فقط داشت حمله میکرد و از همینجا من دو تا اشتراک ماهیانه باشگاه برای شماره 4 تیم زرد و آقای داور تهیه کردم. خواهش میکنم برن چی شکم اینقدر اومدی فوتبال هم بازی میکنی؟ خب این چه وضعشه؟ بعد آقا یه چیز دیگه، تیم قرمز
درسته که خود داشت حمله میکرد، ولی فقط میکشید زیرش. یعنی قشنگ معلومه که ما اومدیم اینجا یه فوتبالی بازی کنیم، دوتا گل بزنیم بریم. بعد دروازه‌بان تیم زرد آقای سهیل، شما که خود دروازه‌بانی، آیا دروازه‌بان حق داره از اونور 18 توپو بگیره دستش؟ اینو کاملا درست میگی. بعد اخراج میشد. بعد اشخار میشد. ولی آخه چون 8 تا بود دیگه 7 میشد نمیشد. ولی واقعا من اصلا شوک شدم. من حتی شوک اولا. آقا اطلاعات بازی مثل اینکه به دست ما رسید. رضا جان ببین اینجا پوزیشن تیم ده بنیامین 66 بوده. یعنی مالکیت توپ 66 به 34. تیم مهدی 4 تا 0 پشت سر هم داره. البته که تیم ده بنیامین هم اونقدری زیاد نبوده. از شوت زده که هیچ شوتی تو تارگت نبوده. آفساید داشتن فقط یه دونه. یه دونه. سوال یه نکته. چرا انقدر پاسا کم بوده؟ حاجی کلاً کیفیت این بازی به نسبت نمیدونم به نسبت یه ذره خسته بودن. بازی رقابت‌ها تو هم بود. ولی بازم نسبتاً خوب شوت زدن، خوب بازی کردن و ولی درصد پاس چیز اینا خیلی بیشتر بود. ده بنیامین اینا درصد پاس موفق. آقا به نظرتون الان 0-0 نتیجه چی میشه تو نیمه دوم؟ نظرم اینه که اصلا این بازی رو همینجا ملغا کنم. آقا سوال این سطح بازی در سطح نیمه نهایی این کاپ نبود و من واقعا میگم دوتا تیم باید برن یه بار دیگه فوتبال یاد بگیرن از اول. ولی به نظر فوتبال بلدی؟ بله. خودت تیم میدادی به نظر چندم میشدی؟ قهرمان. این قول میدی فصل بعد بیای قهرمان داره ثبت میشه؟ شما من میام تازه هفت تا یوتیوبرم میارم اولین باز نمیارم قاسم امروز از تیم اریانه بابا شما ازبکستان میارم ما بتونیم قرعه رو یه جوری بندازیم که سیزن بعدی شما اولین بازی با آقای بنیامین بازی کنید. نظرتون چیه؟ پس یعنی میتونید این کارا رو هم بکنید؟ نه خب اینو منظورت آره آقا میتونید. آره آقا میتونید. داری میگی که این کار از اول اومده گارد گرفت خوش بسته شده. آره اگه خوش بسته شده ما هفته ما رو پتا نمیخوریم به هر آقا یه سکه طلای منو بدید برم اصلا پولی نقرده شما پیش شاید پول دادن؟ جایزه من یه تهدیه به من نمیدن همینجوری اومدیم؟ آقا اینی که تو رخشن کافی داستان شده برید سریع تو رخشن دعوا شد؟ برید ببینید چه خبره برمیداریم با تماس تلفنی و ویدیو. شما یه خطار را میدید؟ خیلی آسان دارم بعید کاشت عالی بعید عالی ببین خیلی داره اینجا خالی میشه شوستی میان بالا بچه های دورش نمیان بالا با هم یه با هم سینا برو نقطه کورش همین ناجی تمومه توپا اگر اینجا هم گرفتی من میرم اینجا پشت این تو بنداز تیر دو حالا یکی نهایت اینجا اضافه میشه میزنه فقط اینجا چپ بازی کنم خیلی بهتر راستش دولو بریم زیر بزنم حسین بیایم عقب برو که پشتش من میارم تو عمرن نمیارم آقا گوش بده شهرزی گوش بده یکم بیایم عقب بکشن جلو بریم زده نا جلو نمیام میام اگه ما بریم عقب جلو میام عقب داریم عقب داریم همین درسته جلو بودم این پاس نمیدی محمد بخش بریم عقب اصلا بریم عقب بیایم عقب یکم محمد. نه آجی پرس رو بریم تو بلوم گوش بده این آقا یه نیجا پرس رفتی نشد یارو میزنه تو عرض بعد خالی میشه میده راست ترکیب رو عوض کن ترکیب رو عوض کن وسط خیلی همه شو وسط ترکیب رو دقیقه 90 نمیتونیم عوض کن وقت ما این ترکیب رو بازی کرده میلاد داره جامعه بایسته من بیرم جامعه سه این بازی عقب بکشه مهاجمه مهاجمه یا عقب به نوکی تیم رو نداشته باشی میوازه پنالتی ها خیلی ایزی چون هفت نفر جلو هن هفت نفر عقب هم چهار نفری چهار نفر نمیتونه باید توش میتونم بالا سوزن من آقای مولیتونه دیدم باشد داداش من رو ببین من دارم میرم یه دونه انداختی دار رفتن استوب میکردم زده بودم نکته بعدی سینا داداش تو این ور بازی میکنی نرو تو این برو اینجا اگه میخواد از اینجا بهت پاس بده برو نقطه کورش من همین کارو میکنم از اینجا داره پاس میده میرم اینجا منو نبینه یارو حالا یا تو عمق برو یا بیا تو عرض هفت نفری تو دفاع سه تاشون بیان جلو چهار تایی میتونی بزن خیلی دفاع هفتاشون دفاع یه خورده بیاریمشون عقب بعد میزنه ما بعد جلو باشه که نداریم دفاعشون خیلی بیاد جلو به من فشار بیاره هم خب یه سوال ای ما گل خوردیم چی لطفی هم به آره تبدیلش از 3-3-1 به 3-1-3 خوبه آره چند فقط جلو میده دروازه‌بان نگیری سه وقت جلو دیدش گرفتی عجب رخکنی عجب رخکنی بود
یعنی ببین عجب رخکنی بود. بنیامینو دیدی عرق کرده بود تو رخکن؟ مهدیو تو دیدی چه؟ ولی حالش قشنگ معلومه بده. مهدی یه تشکر کنم از میلاد میم که همونجا تو ماشین سرم زد برای مهدی. بچه این یه واقعیت واقعیت بابا من تشکر میکنم از اسپانسر این برنامه کانال رضا آینه که کل هزینه های این برنامه رو داد. یه تماس تلفنی داریم با آقای احمد رکسا. چطوری احمد جان؟ به 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 سلام چطوری بچه؟ خوبی شما؟ نظرت سلام بزنم. سلام احمد عزیزم چطوری؟ از جایی که من دارم بهتون سلام میکنم صبح، ولی فکر کنم از اون طرف شب. شما دارین برنامه میبینید درست؟ خاک پات. شما کجایی؟ کجایی مگه احمد جون؟ من حاجی هستم دیگه، بچه‌ها میدونن من کجام. اوکی عاشقتم، دوستت دارم. احمد چه خبر؟ همه چی ردیفه؟ دورت بگردم سلامتی قربونتون برم. من هر شب برنامه‌تون رو نگاه میکنم. ساعت چند؟ ساعت 20. ساعت 20. عاشقتم، دوستت دارم. مرسی ممنون. یه سوال من ازت بپرسم دوره دیگه. فکر می‌کنی این بازی گل داره و به نظرت امکان داره اصلا بره به پنالتی؟ احمد ببین، اول از همه که من میخواستم خسته نباشید به کل تیم بگم خدایی اصلا کار خیلی تمیزه. من کیف کردم، خدایی که دیمو جدی میگم. چیزی که میخواستم بگم اینی که تیم قرمز اگه اشتباه نکنم تیم بنیامین بود. درسته؟ خیلی با هم دیگه هماهنگ بودن، یعنی هماهنگی چون ما از دقیقه اول داشتم میدیدم، ولی تیم مهدی آخر دقیقه، یعنی آخرای دقیقه همون نیمه اول یه کوچولو شروع کردن تازه با هم دیگه هماهنگ شدن. به نظرت بهتر بازیکن آقا عمر اکسا جان خوبی؟ قربونت برم. خوبی؟ صدات از دور میاد. دوره دوره دورم من از شما. به نظر شما بهترین بازیکن زمین یا زمین تو نیمه اول کی بود؟ ببین من فکر کنم دو نفر رو باید بگم آجی. بگو دو نفر. اوکیه؟ یکی گلر به نظرم مهدی. خب یکی هم بازیکن شماره 10 اگه اشتباه نکنم قرمز تیم بنیامین. حاجی اون خیلی خوب بود، مخصوصا اون ضربه ای که زد خورد تو تیر دروازه. خیلی خوب. یه سوال دیگه از شما دارم. بفرمایید. اجازه میدید من یه سوال بکنم؟ آقا اجازه میدید من یه سوال. اصلا هیچ موقع یه سوال. آقا بذار بپرس. اصلا با رضا آیه احمدی چی اصلا شما؟ احمد جان توپ چه رنگی بود؟ الان این با من بود؟ بله بله. من معذرت میخوام شما. نه خواهش میکنم قربونت برم. من فکر کنم توپ سفید بود، ولی خب مشکی رنگ عشق داره در صورت. عاشق تو زرد بود. سوال دیگه، آخرین سوال. آقا من بپرسم سوال آخر. کدوم بپرس. الان اگه مربی بودی خب ترکیب کدوم تیمو بین دو نیمه عوض میکردی تا ببره احمد جان؟ من به نظرم 100% تیم زرد، تیم مهدی. چرا؟ میتونم بپرسم چرا؟ کدوم بازیکنش داره بد بازی میکنه؟ چون که ببین حواسم دقیقاً نبود کدومی که از بازیکن‌ها بد بازی میکنن، کلا بازیکناش بد بازی نمیکنن، فقط با هم دیگه هماهنگ نبودن. شاید یه کوچولو توی خط حملهش یه ذره تغییر میداد بهتر بود. احمد جان ببخشید ما مزاحم شدیم، فکر کنم خواب بودیم ما زنگ زدیم. احمد جان بازپخش این فوتبال نه آقا اینجا صبح نه خیالت راحت. از کانال مهدی پس. آقا عاشقتم احمد جان، ان شاءالله همیشه سالم و سلامت باشین و ان شاءالله که ببین تو نیمه بعدی اتفاقای خوبی بیفته. چه اتفاقی؟ من فکر کنم این بازی گل داره، حالا نمیدونم کدوم سمت، ولی فکر کنم گل داره. 100% گل داره. خیلی دوستت دارم. تا برنامه بعدی قربونت برم. آقا ممنون از تماسی که داشتیم. یه نکته من بگم رضا جان، شما گفتید اسپانسر این برنامه شما بودید، میتونید با سند و مدرک ارائه بدید وقتی این حرفو جلو دوربین جلو میلیون ها بیننده همه الان میگن شما واقعیت داره. توی فیفا نه پس برد. آقا بازیکن ها کم کم دارن میان. من تشکر میکنم از برادرم مهدی پس. منم ممنونم از بنیامین عزیز. ما مهمونمون حس میکنم تو پذیرایی قبل از برنامه چیزی مصرف کرده. تو این شیشه چیزی آماده هست. آماده هست. بنیامین داره میاد تو. بریم ببینیم. امیدوارم لذت کافی رو ببرید. بسم الله الرحمن الرحیم. درودی دوباره. نیمه دوم یه ضربه بابا داری دیوونم میکنی، هنوز شروع نشده عصبی شدم. 5 دقیقه من فرصت بدید ببینم این چه ضربه ای بود زد گلر تیم بنیامین. خطا داشتم من. مهدی پس پیشم. امیر زورات پاسو میده. بابا تمرکز باید باشه تو بازی. حسین نمیرسه به تو. فرصت شماره 10 بازم امیر زورات. بهتون میگم این بازیکن
تجربه وایستادن تو همچین گلی رو داره، میدونه کجا وایسته، پوزیشنینگ خوبی تو گل داره و این نکته مثبتیه برای مهدی که همچین گلری رو انتخاب کرده. دو تا گلر خوب روبرو هم قرار گرفتن، همچنین در کنار گلر تیم امیر موفق. فرصت میلاد، میلاد بند خدا میفته، واقعا دلم میخواد برم تو زمین از میلاد به خاطر این تلاشش تشکر کنم. یه فرصت بنیامین داره، برای اولین بار تو زندگیش تک به تک میشه که توپشو میزن، توپشو میزنن، به آرزوش نرسید بنیامین. اولین بار بود تو زندگیش این بازیکن داشت تک به تک میشد، شاید تو زندگیش یه گل میزد. عزیز منی همو بنیامین، قضا اومد برای یه دونه. اونجا چقدر خوب بازی میکنه شماره پنج تیم مهدی هاشمی. اوه چه دریبلی میزنه شماره ده، این شماره دهشون واقعا خوبه. اگه نبود بنیامین تیمش اینجا نبود، پنالتی نبود. خودم دارم بهت میگم پنالتی نبود. میاد برای جلو، بازیکن خوبیه این بازیکن، دریبل میزنه، یه پاس به مهدی بده، یه پاس به مهدی بده، نمیکنه. شماره دوشون، شماره دوشون به نام علی، من یاد خسرو حیدری میندازه. خطا، خطا کاملا و واضحانه مشخص، قضای عوامل هم رسیده و سهیل از استدیو باید بره قضا رو بگیره. میلاد پشت توپ وایستاده، میلاد یکی از بازیکنهای با استعداد تیم مهدی که هنوز از استعدادش تو این بازی چیزی به ما نشون نداده. مهدی پس یه ضربه که به بیرون میره، مهدی با این وضعیت داره این نمایش رو ارائه میده. و تو کامنت ها ممنون میشیم مهدی رو با قلب هاتون حمایت کنید. البته اینم یادم رفت بگم، طرفدار هر تیمی هستید اگه بنیامین با قلب قرمز، البته بنیامین تیم به آبی هم میشناسن، آبی و قرمز. فرصت برای شماره ده که اونجا چقدر خوب دفع کرد تیم مهدی پس، بره یه پاس داد که امیر زهرات خیلی راحت بجن. بازم میگم برنده این بازی روبروی امیر موفق قرار خواهد گرفت. اونا در مجموع تو دوتا بازی هفت گل به ثمر رسوندن. فرصت برای که چه گلی نمیشه، خیلی قشنگ زد، خیلی قشنگ زد. اگه بتونم 8-9 بار میشینم این صحنه رو با سهیل تو استدیو با هم دیگه میبینیم. امیر زهرات، این پسر اگر حاشیه ها رو، بازم میگم ببین حاشیه تو زندگی خیلی مهمه، نداشته باشیش همه چیز داری. یه دونه فرصت میتونه گل کنه، پسر روپا محکم بکوب ببینم میتونه. امیر زهرات به قرآن بذار بیام جلوت سجده کنم. دیدی که امیر جان عزیز منی، داور نمیدونم، داور قبول میکنه، امیر زهرات عصبیه. من تا تعریف کردم بچه‌شو خوردی امیر، امیر عزیز منی خوشحال. یه گل بازی کنم، چه بازی کنی به گل رسون تیم بنیامینو من هنوز نمیدونم. شماره ده مثل اینکه گل زده وحید رفیعی، یکیش به نفع تیم بنیامین. میتونم بگم باز هم امیر زهرات خوب واکنش نشون داد، شانس باهاش یار نبود که اون توپ به گل تبدیل شد. یاد ریواندا تو ویکند لیگ اف سی 24 افتادم این گل رو دیدم، گلر رو سویش کردن اما تیم گل. اونجا توپا میگیره گلر تیم بنیامین. داشتم راجع به تعداد گل ها صحبت میکردم، تیم امیر موفق هفت گل زده تا اینجا توی این رقابت ها، فقط یه گل دریافت کرد، این خودش یک نکته خوبیه. فرصت باز هم برای تیم بنیامین، بعید بدونم به این توپ بتونه برسه که هر موقع یه حرفی میزنم برعکسش رو خواه میده و اینم اونم دیگه. پاس به شماره هفت، پسر یکم دقت کن، آفساید. داور نمیدونم از اینجا چطوری چشش دید، یه دعوا میطلبه تو این بازی، یه کارت قرمز ما ببینیم لذت دنیا رو ببریم. یه ضربه بلند، بابا پسر، این پسر شماره دو که تو پاپ پاش به توپ میرسه، میتونم پاتو ببوسم، بذار پاتو ببوسم، یه پاس گل خوب بده. وای پسر، نه همین هم بده، نمیده، میزنن زیرش. حس میکنم دارم تو دهه 70 این بازی رو میبینم، یک طرف علی پروین و یک طرف آقای پیروانی داره تیم رو ارنج میکنه. یه دونه سانتر اونجا میبینیم، شماره ده برسی پاتو میبوسم، رسید
نمیتونم تا اونجا بیام. عذرخواهی میکنم. امیر زوراد باز هم. سام ببین تاکتیک تیم مهدی پس روی توپای بلند. چیزی تو عنوان پاسکاری و بازی روی زمین از این تیم من فعلا ندیدم تو این بازی. گل! برای تیم ده بنیامین. بازیکنی که من نمیدونم خودش تو این بازی هیچ کاری نکرد ولی تیمش داره خوب بازی میکنه. بازی شروع میشه. گوشی بنده داره زنگ. بازی شروع میشه. یک پاس بلند داشتیم به شماره دو، یعنی علی، که اونجا خیلی آروم داره برخورد میکنه توپو برنگردون عقب. خیلی تاکتیکی بازی میکنه. بازی کنی که داد زد پاس بعدی. شماره پنج یه پاس فوق‌العاده تیم ده بنیامین جون گرفته. خیلی خوب پاس میده. همینو به بیرون پا بزنی مدریچ. دیدیم ازت پسر. اما مثل اینکه امیر زوراد پسر تو آفساید. آفساید بود. من صحنه رو با چشام دیدم. امیر زوراد میزنه توپو ولی باید با دقت بزنه. شروع مجدد خوبی نداشت. شماره 6 مهدی شاد امروز سیو دیگه هم بزاره. سیواش خدا وکیلی تا الان خوب بوده. ریباندا ریباندش بود که گل شد. و نه مهدی پس. مهدی تو رو خدا فکر کن مارادونایی. این آخرین وای من چه ضربه ای زدی مهدی که اگه گل می شد یه پوشکاش قشنگ توی این رقابت رو داشتی. 5 دقیقه به پایان نیمه دوم داریم. ده بنیامین یک سر فینال الان اگر کامبک نخوره تیمش. یه دونه اونجاست. بد زد. کارت هم میتونست داشته باشه داور و کارت هم واقعا بهش میده. چقدر من تو داوری خوبم و میدونم باید چی بگم. خیلی آروم دارم بازی میکنم. تیم ده بنیامین معلومه به همین نتیجه یک هیچ هم راضیه. دو هیچه. یه ضربه وای من شب صحنه ای بودی. اونجا توپو میبرن یاران مهدی پس. داور سوت میزنه. شروع مجدد برای یاران مهدی پس. پاس رو به عقب برای امیر زوراد رو داریم تو این صحنه. برای شماره 7شون امیر یه دریبل خوب زد. اگر این هم به نتیجه نرسید اما یه خوب دارن با هم همکاری میکنن این دوتا پسر جوان. میانگین سنیشون رو هم به 15 سال نمیرسه اما واقعا استعداد دارن. شماره 10 یه سانتر فوق‌العاده اما کسی نیست اونجا ازش استفاده کنه. بنیامین کل تایم دونیمه رو بازی کرده، تعویض نشده و این خودش نکته مثبتیه. این بازیکن استامیناش رو خوب بلده مدیریت کنه. شماره 10 تیم ده بنیامین یه بازیکن کامله. چه خوب توپو برید بازیکنش. شماره 2 واقعا بازیکن خوبی بوده. واقعا تونسته خوب نشون بده خودشو. یه پاس میتونه به حسین بده، نمیده اما استارت حمله رو داریم. با دقت بره پسر. گلو زدی پسر. چه پاسی میده. وای 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 که میتونست شرایط گل خوبی و گلر تیم ده بنیامین هم اونجا توپو دفع کرد. هنوز فشار رو دروازه تیم ده بنیامین هست. اونجا توپو میبرن. توپ میرسه به ده بنیامین. بنیامین هم کامپوژر بالایی داره. کامپوژر به معنای اعتماد به نفسه. توپو راحت لو نمیده. 3 دقیقه به بازی باقی مونده. یه فرصت. ببین این توپ گله. دیدی بهت گفتم. نه گل نشد. چی شد؟ آفساید. وای وای داشتم راجع به شماره 10 تیم وحید رفیعی، شماره 10 تیم ده بنیامین صحبت میکنم. این بازیکن اجلیتی بالانس خوبی داره، دریبلینگ خوبی داره، کامپوژر خوبی داره، استامینای خوبی داره، همه چی داره این پسر. من نمیدونم اینجا چی کار. این بازیکن جاش تو لالیگاه.
بازی شروع میشه دوباره. تیم مهدی تازه جون گرفته، داره حمله میکنه، اما باید به نتیجه بتونه برسونه تا بتونه به بازی برگرده. شماره 4 پارسا. پارسا یه دریبل خوب میزنه، واقعا خوب بازی کرد پارسا. چه پاسی میده، نمیرسه به تو. مهدی پس، اوه اوه، عجب شروعی داشت. گلر میاد جلو، گلر داره میاد همین جوری جلو. یه تغییر عجیب داریم، داره نشون میده براش دیگه مهم نیست. و توپو امیرزوراد میگیره، میتونه بزنه زیرش یه گل بخوره تیم بنیامین تا نیاد دیگه جلو، ولی این کارو نمیکنه. باز هم ضد حمله، تیم ده بنیامین یه مقدار بریده، بازی رو ول کرده، تاکتیک خاصی نداره و فقط داره همین جوری بازی میکنه انگار. یه دقیقه بیشتر نمونده، منم نفسم بریده دوستان. باز هم برامون بنویسید که طرفدار چه تیمی هستید، اگه مهدی قلب زرد، اگه بنیامین قلب قرمز. مهدی پس، پاس نمیده اما میده. جالب بود این صحنه برامون. پیش بینی حسین پاس بده. مهدی پس یه دونه پاس عجیب داد. مهدی پس سینا اسپی رو اونجا دیدیم یه لحظه. حسین خیلی خوب بود. مهدی، وای، اومدن یک و دو کنن، به نتیجه نرسید متاسفانه. این صحنه تیم ده بنیامین در آستانه صعود. بنیامین چیزی نمونده، بنیامین تموم شد، بنیامین تو صعود کردی، آفرین پسر. میریم استدیو سویل میگه بریم استدیو. شما زیاد صحبت کردی، شما که اصلا حرف نمیزنی، من پس صحبت میکنم. آقا دیدی توی فیفا میری اول بازی تیم خودتو مثلا میکنی استاتسشو صد، تیم حریفو میکنی یک؟ من چی حسی داشتم، بازیکن تیم بنیامین حداقل یه متر از اون یکی ها بلندتر بودن. تنها بازیکنی که هم قد اونا بود مهدی بود که یه شوت زد که باید خود گزارشگر بره از پشت دروازه برش داره. هیت بنیدی؟ هیت نیست، بعد واقعیته. بعد راسته که من یک سوال برای من، یک اسمس اومد از طرف ویورها، پیامک نوشته که راسته که نون تو هیت و رسته. ببین خود بنیامین تو کل بازی تو کل بازی بهت بگم یه مترم راه نرفت. یک متر. یعنی مثلا از اینجا میتونی اینو با سند ثابت بکنه؟ یک متر از یه جا بره به یه جای دیگه. آقا این از بازی اطلاعات. آقا شما چرا صحبت میکنی؟ من اینجا مجری هستم. آقا شما 16 تا شوت رو نگاه کن الان. به خدا رئال با پرسپولیس بازی کنه اینقدر شوزه در چارچوب نه. الان چی شد؟ الان به پرسپولیس گفت ضعیف. شما گفتی پرسپولیس ضعیف؟ نه، رئال خوب خیلی قویه. خب نه، اصلا مقایسه پوزیشن 60-40. 60 به 40 بود، یعنی اونقدر تفاوت نداشت که تو گفتی. آقا 20% در حد 20%، ولی 16 تا شوت زده حاجی. 6 تاشو چارچوب بوده، 4 تا آفساید داشت کلا. و یه نکته جانم، من یه سوالی بکنم. آقا حسام جان، شما پاسا رو شمردی یا دستگاه شمردی؟ پاسا رو باور میشه دونه 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 نشستی شمردی؟ ما اصلا هیچ آری نداریم. دونه دونه یکی توی استادیوم بود، واقعا مینوشه. الان میتونم من به تو نشون بدم. آقا من اینو آمار کلا بخونم. سیو مهدی پس تیمش 8 سیو کرد امیرزاد، ولی در آخر 3-0 به نفع تیم بنیامین تموم شد. فینال مسابقات شد بین بنیامین. آقا دارم حرف میزنم، زشت بین ما، زشت تو عصبی شدم دیدم آخه غیر اخلاقی بود. بگو بعد از بازی آقای امیرزاد عصبی شد خیلی، واقعا صحنش فکر نکنم افتاده باشه. با لگد رفت تو بازیکن تیم ده بنیامین، نزدیک بود ربات بشه. کی نمیشناس گلرشون؟ نمیدونم یکی از بازیکن‌ها. خب زشت، یه سری بی اخلاقی هستش که ایشون بود. همین بود ای آقای امیر زوراد. بعدش ایشون عذرخواهی کرد، ولی دوستت دارم امیر جان. یعنی چی اخلاق در فوتبال حرف اولو میزنه؟ مرسی. اخلاق توی کانتنت درست کردن چیه؟ حالا میتونم من صحبتام میخوام نسو. آقا تیم بنیامی خورد به تیم امیر موفق، فینال خیلی جذاب و واقعا من منتظرم. نظرت راجع به آخرین درامای کامیونیتی چیه؟
ببین بازی آخر امیر موفق و دبنیامین، من امیدوارم هیچ کدوم از دو تیم برنده نشن چون جفتشون به ناحق رسیدن به فینال. رضا جان میتونم پاتو ببوسم؟ خیر عزیزم، قربان شما. خب آقا خیلی ممنونم از رضا که اومد امروز. این هدیه منو کی میدی؟ هدیه منو کی میدی؟ دمت گرم. عاشقتم. بعد برنامه با دست میشه. آقا دمت گرم اومدی. آقا کنفرانس بچه‌ها دارن میگن. بابا ایشون من خدافظی کنیم. من عاشقانه ایشون رو دوست دارم. آخه من نمیذارم ایشون بره. من واجبه تک تک موضوعات جامعه با رضا بحث دارم. عاشقتم. بعد برنامه صحبت کن. خیلی دوستت دارم. آقا میریم. بعدش ما برمیگردیم خدمتتون هستیم. به نظر نقطه قوت تیمتون چی بود که بردین و فینال باید حریفتون از چیه شما بترسید؟ ببینید ما نقطه قوتمون اینه که بازیکنامون خیلی خوب میدونن، نفس کم نمیارن و واقعا بازیکنای سرعتی داره. به نظرم بزرگترین نقطه قوتمون اینه که همه گلایی هم که زدیم یه جورایی حالا نسبتاً ضد حمله بود. به نظر چرا باختین و چیکار باید می‌کردین که انجام ندید؟ تو بین دو نیمه ما من یه سری تاکتیکا گفتم به بچه‌ها، متأسفانه اون چیزی که گفتم و نتونستیم خوب پیاده سازی بکنیم. اگر که میتونستیم تو عمق دفاعی حریف بیشتر بریم 100% تا الان گل میزدیم. اگر اون پاسی که بچه‌ها دادن و مثلا میتونستم استوب بکنم چون عمق دفاعشون راحت باز میشد. اگر ما توی نیمه دوم زمانی که دومین گل خوردیم وینگرامون اضافه میشدن راحت‌تر میتونستیم گل بزنیم. نظر راجع به تیمی که فینال باش بازی دارین چیه؟ تیمی که باش تو فینال بازی داریم خیلی تیم خوبیه. من واقعا دوستشون دارم، امیر رو خیلی دوست دارم، خیلی بچه‌های خفن و باهوشن. ولی من احساس می‌کنم تیمی که توی یک چهارم خوردیم بهش خیلی سخت‌تر بود. و اگه بچه‌ها بتونن مثل بازی یک چهارم خوب بازی بکنن، امیرینا رو میتونیم ببریم. چه صحبتی با هوادارا داره که کلی واسط کامنت گذاشتن؟ هوادارا که عشقن، دمشون گرم. من بجز هوادارا واقعا دم همه کسایی که این ویدیو رو ساپورت میکنن، حمایت میکنن میبوسم. دم مهدی گرم، این پروژه‌ای که داره درست میکنه واقعا لول اپ یوتیوب فارسیه. هزینه زیادی شده. بالای 20 تا از بچه‌ها اینجا پشت صحنه هستن. خود مهدی هفته هاست داره تلاش میکنه. هواداری همه بچه‌هایی که اینجا هستن واقعا دمشون گرم. از کانتنت خوب حمایت میکنن. خودشون لذت میبرن و ویدیوهای بهتر واسهشون میسازن. مقصر اصلی باختتون چه بود؟ مقصر اصلی باختمون کس خاصی نبود. باید گروهیمون رو بهتر بکنیم. خوشحالم به تیمی باختیم که وقت تلف نکرد، جوانمردانه بازی کرد تا آخرش دویدن، ما هم دویدیم و اینکه حقشون بود رفتن مرحله بعدی. نظر راجع داوری تو این بازی؟ داوری این بازی خوب بود ولی من هنوز از اصلا سوال اولش خوب میگفتی دیگه سخن پایانی اگه. سخن پایانی دم همه بچه‌ها گرم. تیم مهدی واقعا تلاشش رو کرد، تیم ما حقش برد بود ولی خب تیم مهدی هم واقعا دمشون گرم، یک لحظه هم شل نکردن. بریم برای فینال. فینال مطمئنم خیلی بازی جذابیه. بریم ببینیم چی میشه. نظر داور تو رقم خوردن این نتیجه تاثیر داشت؟ کلا نظر راجع به داوری چیه؟ فکر نمی‌کنم داور خیلی تاثیر داشت. ما خودمون یه مقدار بعد بازی کردیم، ناهمخوانی بازی کردیم، ولی اونجایی که امیر زوراد توی ریباند گل خورد یک مقدار مشکوک بود به آفساید. منم به داور گفتم ولی خب نظرش چیز دیگه بود. چه صحبتی با هوادارات داری که کلی واسط کامنت گذاشتن و بهت انرژی دادن؟ دمتون گرم، واقعا انرژی دادین. ما اصلا به عشق شمای که اینجای این تورنمنت رو برگزار کردیم. اگه که واقعا خوشتون اومده باشه از پارت فینال حمایت بکنید، قطعا سیزن دو هم خواهیم داشت. خوش اومدید به جدول چی سوهی؟ نهایی. بله، یه آقایی که خدا رو شکر حذف شد. خدا واقعا الان این صدمه ببینه کی هزینه شده. چرا زدی منو؟ اون آقا عاشق آقا. آقا اینجا یه آدمی که حالا خوبم زیاد بازی نکرد حذف شد. من خیلی خوب بودم، هفته خوردم حذف شدم. هفته خوردی بعد اینجا دیگه فینال امیر موفق داشتیم، بنیامین هم اومده فینال. که یه بازی فینال سوید؟ تو بگو اگه راستگی تو بگو فینال. آقا فینال شنبه فینال قرار برگزار بشه دیگه. به حساسیتش رسید، به نقطه اوج کنونی. وای دارم دیوونه میشم. من دیوونه شدم آقا، ببخشید. یه سوال، شاید نظر شما راجع به مهمون برنامه امروز چی بود؟ مهمون برنامه امروز جنجالی بود واقعا جنجالی بود. به نظر من تکون میده، زلزله شیش ریشتری داری. آقا چی گفتی زلزله؟ برید چنل چیز، برید پیج اینستای برید پیج اینستای یوکاپ رو فالو بکنید. اگر پیج یوکاپ بعد از مسابقات به 50 کی فالوور برسه چیکار میکنی؟ نه چیکار میکنی؟ همه میخوام بهت چیکار میکنی؟ نه چیکار سلو بچیکار میکنی؟ یه گیفت کارت 100 دلاری گیوه بی میکنی. خیلی زم دمت گرم. 1000 دلاری بدیم دست در نکنه تا ساعتم باز شد. خدایی هست خب مشکلی نیست. چشمم بزنی حسامو سوری لیست.